سلام و عرض ادب دارم به عزیز جان‌های بسیار عزیز عیسی مسیح خداوند. باور می‌کنین که چقدر عزیزین برای خداوند؟ ایمان دارم که پیام مسیح قیام کرده امروز برای کلیساش پیام امید، محبت و فیضه. آمین. و همینطور پیام هشدار و راستیه، چرا که راستی اگر بدون محبت اعمال بشه بسیار آسیب زننده است، و اگر محبت بدون راستی اعمال بشه به انسانها کشنده ایمان و روح انسانه. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 17 میگه شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی به واسطه عیسی مسیح خداوند به ما رسید. و ما این قهرمان فیض و راستی رو، عزیزان، عیسی مسیح خداوند رو در باب 2 و 3 کتاب مکاشفه به واضح می‌بینیم که چطور این خداوند فیض و راستی در میان کلیساها می‌خرامه تا چیکار کنه؟ تا نبض و ضربان قلب کلیسا رو بگیره، تا بتونه با کلام مقتدرانه فیض و راستی کلیسای عزیزش رو به راه‌های راست، به راه‌های درست هدایت کنه. وقتی کتاب مکاشفه رو می‌خونیم، از کل کتاب مکاشفه غرق در سمبول‌ها، تصویرها و عددها و رمز و رازه، یک جوری پر از افعال مجهول و غیر قابل درکه. ولی وقتی در باب 2 و 3 کتاب مکاشفه میایم و این دو تا باب رو میخونیم، خالی از هر رمز و رازیه، خالی از هر پیچیدگیه. و هر ایمانداری، عزیزان، در هر سن روحانی که باشه به وضوح میتونه درک کنه که روح داره به او چی میگه، خداوند کلیسا داره به کلیسا چی میگه. این سبک ادبیاتی که در کتاب مکاشفه است، سبکیه که مال زمان بحران بوده، زمانی که قوم خدا زیر حکومت دیکتاتوری وقت بودن. برای همین این سبک ادبیات رو اعمال میکردن که گفتم پر از پیچیدگی بود، پر از اعداد بود، به جز باب 2 و 3، چون که باید با رمز و راز صحبت میشد. در اون زمان انسان نمیتونست واضح صحبت کنه. به طور عامیانه اگه بخوام بگم، انگار که این کتاب داره به در میگه که دیوار بشنوه، یه جوری حالت کنایه آمیزه. ولی همطور که گفتم باب 2 و 3 خالی از هر نوع پیچیدگیه. کلیسا عیسی مسیح خداوند رو میبینیم که چطور در میان کلیساها در این باب 2 و 3 داره میخرامه و متعهدانه و دلسوزانه، عزیزان، کلیسا رو داره نقد و بررسی میکنه، چرا که کلیسا سرمایه گرانبها برای خداوند عیسیست، چون با خون گرانبهاش رو خریده، چرا که عیسی مسیح خداوند سازنده کلیساست، بنیانگذار کلیساست، تدوین کننده کلیساست. چون که کلیسا در مورد ساختمون نیست، بلکه کلیسا در مورد یک بدن زنده، یک ارگانیزم زنده است. کلیسا در مورد انسان هاست. همطور کلیسا حکومت سالاری یا یزدان سالاری نیست، یا یه فرقه خاصی رو بخواد دنبال کنه، جناحگری کنه، بلکه عزیزان کلیسا، همینطور کلیسا در مورد اینم بگم، دموکراسی نیست، یک حکومت دموکراسی نیست که هر کس هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، بلکه کلیسای زنده، کلیسایی که داره نفس میکشه و نور جهانه، کلیسایی هست که بر پادشاهی و حکومت مقتدرانه عیسی مسیح خداوند بنا شده. آمین. در کتاب مکاشفه باب 2 آیه 1 خداوند می‌فرماید
به فرشته کلیسای افسوس بنویس که این را میگوید: او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان میخرامد. چراغدان طلا. واژه فرشته به معنای پیام‌آور هر کلیسایی که به دست راست خداست، اشاره به اون حمایت و حفاظت خاص الهیه و کلیساها چراغدان‌های طلا هستن که در دست راست خداوند هستن، یعنی خوانده شدن کلیساها نور عالم بشه، یعنی خواندگی کلیساها برای اینکه مثل اون چراغدان بر دنیای ظلمت بتابه. آیه 2 باب 2 آیه 2 میگه: میدانم، اعمال تو را میدانم، مشقت و صبر تو را میدانم. عزیزم میدانم، فقط این کلمه رو، این واژه رو وقتی یک کمی روش تعمق میکنی چقدر بار معنایی داره. وقتی عیسی مسیح خداوند این آتش سوزنده از عشق و محبت، این خدایی که هیچ خلقتی از نظر او مخفی نیست، این خدایی که همه چیز پیش چشمایی چون آتش او برهنه و منکشفه، وقتی میگه میدانم، میدانم، الان میدانه در قلب تک تک ما چی میگذره، میدانم. وقتی به اینجا میرسیم، به جز این که سرهای خودمون رو خم کنیم و اندکی سکوت کنیم در حضور این خدایی که ایمان دارم در این کلیسا الان داره میخرامه و دل سوزانه و متعهدانه داره نبض و قلب تک تک ما رو میگیره و به مشکلات ما رسیدگی میکنه، چند لحظه سکوت کنیم عزیزان. و خداوند ادامه میده: میدانم، میدانم که چقدر در خدمت وفاداری. به کلیسای افسوس میگه تو ایمانی تو هم با عمل داری، فقط حرف نمیزنی بلکه پشت ایمانت عمله، به دنبال گمشده ها هستی، چقدر به فکر فقیران و درموندگان هستی که یه جور رسیدگی کنی. اینا رو همه رو میدانم و مهمتر میدانم مشقت تو رو، صبر تو رو. تو کلیسایی بودی، کلیسای افسوس، که هرگز صحنه رو خالی نکردی و با انتظاری صبورانه تو تمام لحظات دشوار منتظر خداوندت بودی و خوب فهمیدی کلیسای افسوس که هیچ راه میانبری برای خدمت به خداوند وجود نداره. تو مانند ایمانداران کلیسای غلاطیه نبودی که پولس باب 5 آیه 17 به اونا میگه خوب میدویدی، در شروع خیلی خوب میدویدی، با سرعت و هیجان میدویدی، اما چی شد که از دور خارج شدی؟ چی شد که از حقیقت دور شدی؟ عزیزانم میخوام بهتون بگم در مسابقات دو یا هر مسابقه شروع خیلی مهمه، ولی مهمتر ادامه دادن تا به آخره. آمین. اما عیسی مسیح خداوند می‌فرماید این کلیسا اینطوری نبود، اونا در هر وضعیتی با پشتکار ادامه می‌دادن. می‌خوام بگم عزیزان چه گزارش عالی از دهان مبارک خداوند برای این کلیسا داره اعلان میشه. واقعا وقتی می‌خونی من خودم آرزو میکنم کاش که خداوند راجع به کلیسای آلفا اومگا این طور بگه. اما عیسی یک چیز بسیار مهمترم میگه، اینکه تو متحمل اشرار نمیشی، آنانی که خود را رسولان میخوانند و نیستن آزمودی و آنها را دروغگو یافتی.
تو کلیسا انقدر روح تشخیص داری، من دارم تفسیر میکنم، که خوب رو از بد خوب تشخیص میدی و تو کلیسایی هستی که هیچ سازشی با گناه نمی کنی. صبر داری. دفعه پیش راجع به صبر و انتظار برای خداوند شنیدیم که چقدر مهمه. تو صبر داری، به خاطر اسم من تحمل کردی و هرگز خسته نشدی. تو کلیسایی بودی و هستی، خداوند داری میگه به کلیسای افسوس، که زیر فشارهای طاقت فرسای حاکمین وقت که تجسم نرونهای زمانه بودن، که اون موقع ایمانداران رو اگر به قیصر، خداوندی قیصر رو اعلام نمی کردن، اقرار نمی کردن، برای تفریحات خودشون به آتش می سوزوندن. ولی عیسی مسیح میگه تو در این فضای خفقان‌آور و ظلمت بردبارانه، صبورانه ادامه دادی و جا خالی نکردی. تو برای عیسی و بدنش ایستادی. عزیزان، این ایمانداران با این تعاریف و این تواصیفی که عیسی مسیح داره از اونا میکنه دیگه چی میخواد؟ واقعا وقتی نگاه میکنی مثل جنگاوران ویژه هستن این کلیسا، که دارن یه ماموریت های سخت و سنگین و پیچیده رو دارن انجام میدن. دیگه چی ممکنه خداوند به اینا بگه به جز اینکه یه طوق طلا بر گردنشون بندازه بگه ادامه بدین؟ درست عزیزان؟ اما، همه بگین اما. در آیه 4 میگه لیکن بحثی با تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای. من غیرت تو رو تحسین میکنم، عالی کارات، اما محبتت کجا رفته؟ محبتت کجاست؟ نیست؟ اونا مسیح رو دوست داشتن عزیزان، اما نه با اون محبت اولیه. و این چقدر میتونه در یک ازدواج اتفاق بیفته؟ درسته؟ ازدواج های ما میتونه خالی از محبت باشه، خالی از اون حس تعهد باشه، فقط انجام وظیفه، فقط عادت باشه. میخوام توجه کنین عزیزان، عیسی در مورد عشق و عاشقی و هیجانات صحبت نمیکنه، نیست؟ و چقدر لازمه ما قوم ایرانی احساساتی فرق بین عشق و عاشقی و محبت رو متوجه بشیم. هرچند عاشقی یک احساس اصیل و با شکوه عزیزان، ولی حالتی که ما اون رو عاشقی میخونیم یک احساس ملتهب شده، یک احساس قلیان یافته زمانهای اول فقط نیست و قابل اعتماد نیست. در واقع عاشق شدن چه به مسیح چه به شریک عشقی ما، به ما این انگیزه رو میده، به ما این محرک رو میده که وارد عهد و پیمان و تعهد در محبت با هم دیگه بشیم، نیست؟ که این وقتی وارد این عهد میشه یک رابطه عمیق و بی هیاهو، بی شیله پیله عزیزان به وجود میاره در بین اون زن و مرد، که به صورت ارادی در هر سختی، در هر طوفانی، در هر وضعیتی میتونن تا به آخر ادامه بدن. من فکر میکنم کتاب غزل غزلها این پروسه زیبا رو چقدر زیبا به تصویر کشته. باب 1-2-3 قلیان عشق و احساسه. او با بوسه های دهان خود مرا ببوسد. تجربه کردی نیزان؟ اون لحظه ای که زنده میشی، برای من اینطور بود، مرده بودم زنده شدم، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. اون زمان که زنده میشی، تولد تازه داری، نمیدونم تجربه کردی آمین، که خداوند امروز هم با بوسه های دهان خودش ما رو ببوسه، که هر سردی و بی‌تفاوتی از بین بره، با بوسه های دهان خود ما رو ببوسد. وقتی که زنده میشه انگار اون تلسم مرگ و گناه در تو شکسته میشه، تو بیدار میشی، تو زنده میشی. در باب 1 اینه، نیست؟ این معنی تولد تازه است. کسایی که تولد تازه دارن اینو به خوبی تجربه کردن. بعد ادامه میده، وای که محبت تو از شراب چه نیکوتره،
چه زیباست گونه هایت به گوهرها، گردنبند تو به زیورها، چه زیباست رایحه عطر تو ای نازنین من، چه دلپذیره. اینا همه از اون قلیان عشق و احساسه، نیست؟ خیلی خوبه، ولی مقطعیه، همون اوله. و در باب چهار عروس وارد یک محبت بی هیاهو میشه. عروس رو میبینیم که چطور از بیابانهای تجربیات دردناک با روحی تسلیم، عزیزان با روحی پذیرا، با روحی که توش هیچ مقاومتی نیست، داره عبور میکنه از اون بیابانهای خشک. و در باب 8 آیه 7 این محبت عمق بیشتری پیدا میکنه و زیباترین سروده ها در کتاب مقدس سرایده میشه در وصف محبت حقیقی. آبهای بسیار محبت رو خاموش نتواند کرد. سیل ها آن را نتواند فرو نشانید. آبها و سیل ها اشاره به مشکلاته. اگر کسی تمامی اموال خود را برای محبت بدهد، البته صد البته که آن را خار خواهد شمارید. عزیزان برای همین عیسی دنبال محبت نه عشق و عاشقی یا حتی خدمات ما و حرفای پرتمطراق ما. و چند جای کلام به خصوص فقط این آیه رو میگم، باب 9 متی باب 9 آیه 13 میگه رحمت میخواهم، محبت میخواهم نه قربانی، محبت بی شیله پیله میخواهم، محبت خستگی ناپذیر میخوام، نه محبتی که با یه قوره سردیش کنه، با یه کشمش گرمیش. عزیزان انقدر این مقوله محبت برای خداوند جدیه که در باب 2 آیه 5 میگه پس به خاطر بیار که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست خود را به عمل بیار. عزیزان تنها چیزی که کلیسا رو عالی میکنه، عالی میسازه، با هم دیگه عالی میسازیم کلیسا رو، محبت ما به مسیح، محبت ما به همدیگه و محبت ما به مردم دنیاست. و وقتی که این محبت کم میشه، تاثیرگذاری کلیسا از بین میره و کم کم کلیسا به یه سازمان دولتی یا خدای نکرده به یه خرابه و مقبره تبدیل میشه. کلیسا عزیزان خوانده شده، کلیسایی که از من و تو تشکیل شده، نیست خوانده شده به وسیله محبت مسیح نور عالم باشه. و ما برای داشتن یک کلیسای تاثیرگذار، برای داشتن یک کلیسایی که هفته پیش برادر بابک عزیز موعظه بسیار عالی کرد که ماموریت‌های متفاوت رو انجام بدیم، نیست در اون خواندگی خودمون، برای اینکه این ماموریت رو انجام بدیم، برای اینکه شاگردسازی کنیم، برای اینکه اتحاد الهی داشته باشیم، دعا و شفاعت داشته باشیم، بشارت ماموریت خودمون رو انجام بدیم، ما نیاز به قلبی داریم که محبت مسیح او رو فرو گرفته. برای همین دعای عاجزانه پولس رسول به همین کلیسا بود در کتاب افسوسیان، بیشتر این دعا رو برای همین کلیسا کرد، چون میدونست چه کلیسایی با ارزشی، همه ابعادش عالیه به جز اون اصل. در کتاب افسوسیان باب 3 آیه 16 میگه از این سبب زانو میزنم نزد آن پدر که هر خانواده از اون نام گرفته، به نام او مسما شده، که به حسب دولت جلال خودش، به حسب دولت جلال خودش، نه کمتر از اون، که به شما عطا کند، که در انسانیت باطنی خود از روح و قوت زوراور شوید. تا چی بشه عزیزان؟ تا چی بشه؟ تا
تا در محبت ریشه کرده، تمامی ابعاد محبت رو بشناسیم، در محبت ریشه کرده، استطاعت بیابیم، ظرفیت بیابیم، با همه مقدسین ادراک کنیم ابعاد محبت و طول و عرض و بلندای عمق محبت رو، تا عارف شیم به محبت مسیح که فوق از درک بشره. فقط روح القدس وقتی خودتو تسلیم اون میکنی میتونه یه همچین محبتی رو مثل نهر در تو جاری کنه. و عیسی این قهرمان فیض و راستی در راستی ایراد اونا رو، مشکل اونا رو نشون میده، ولی فیضش اونا رو رها نمی کنه، بلکه به اونا یاد میده. این فیض خداونده واقعا عجیبه، عظیمه، که چطور این محبت دست رفته رو از دست رفته رو بازسازی کنن، احیا کنن. مذهب نیست که فقط انگشتش رو دراز کنه تو این ایرادو داری درست میشی یا خط خارج شو، نه، با فیضش به اونا یاد میده چطور بلنشین. افتادین در گلولای، ننگ نیست، فقط بلنشین. در آیه 5 به خاطر آر که از کجا افتاده ای، توبه کن و اعمال نخست خود را به عمل بیار، به یاد بیار، به یاد بیار. عزیزان، هر کدوم ما تجربه های متفاوتی داریم. من اینو برای خودم میگم، برای خودم نوشتم. نسرین، به یاد بیار. وقتی با من آشنا شدی، زمانی که در اون آفتاب سوزان تهران صبر نداشتی در کلیسا باز شه، مثل آهوی تشنه چطور لحلح میزدی برای من، چطور تمامی فکر و ذکر هنو آفتاب نزده فقط برای این بود که چطور من رو خوشنود کنی، چطور به من متصل بشی، چطور در اون اتصال بنوشی از اون چشمه های آب حیات. اما چه به روزت اومد؟ چی شد که در دوره های از خدمتت مرکزیت من رو در قلب خودت در دست دادی و تمامی تمرکزت معطوف خدمتت و سر و کله زدن با افرادی شد که یا خودشون نمیخواستن یا اراده خدا نبود، فقط تو به زور میخواستی اونا رو وارد سرزمین کنعان کنی؟ چه به روزت اومد؟ و داری محبت اولیه خود رو از دست میدی کم کم. به یاد بیار نسرین، به یاد بیار چطور خداوند تو رو با صبر تحمل کرد، سردی تو رو، محبت تو رو، خرابکاری های تو رو، جهالت های تو رو چطور تحمل کرد و تو رو رها نکرد. یادت بیاد در همه اعمال او داوود میگه تفکر کن. عزیزانم، یادآوری خاطرات احیا میکنه، نیست؟ نه بریم تو گذشته چیزای منفی بگردیم. یادآوری خاطرات محبت خداوند و محبت همدیگه ما رو احیا میکنه، بازسازی میکنه. محبت او رو به یاد بیار، در پرتو محبت او، او رو محبت کن، او که شایسته تمامیت قلب و جان و وجود و نفس ماست، او که شایسته تمامیت وقتا و زمانهای ماست، او رو محبت کن. حکایت عاشقانه‌ای وجود داره، همه ما ایرانی ها میشناسیم، یکی از زیباترین و شگفت‌انگیزترین در ادبیات فارسیه، عشق لیلی و مجنون، نیست؟ حکایت عاشقانه لیلی. مجنون دیوانه وار عاشق لیلی میشه، ولی عشق اونا نافرجام میمونه. چرا؟ که پدر لیلی، لیلی رو به یه مرد دیگه میده و مجنون وقتی متوجه میشه به کوه و دشت و بیابون میزنه، یه جوری تمام مشاهیر خودش رو از دست میده. و پادشاه اون سرزمین وقتی متوجه میشه خیلی براش عجیب بوده و مجنون رو دعوت میکنه به قصر خودش و حتما خیلی چیزا به اون میگه. من نمیدونم، فقط شنیدم که سرزنشش میکنه، شاید میگه ای بدبخت زن ذلیل، به خاطر یه زن بدبخت کوه و بیابون شدی. و مجنون که متوجه میشه تو فکر پادشاه چی داره میگذره، به پادشاه میگه ببین، تو همین شخص تو که داری اینجور صحبت میکنی، اگه لیلی رو ببینی، فقط یه لحظه ببینی، تو هم مثل من به کوه و دشت و بیابون میزنی. پادشاه میگه اوکی،
لیلی رو بیارین تو قصر. وقتی لیلی رو میارن پادشاه اینجوری چارشاخ میمونه، چون یه دختر بادیه نشین آفتاب سوخته نحیف رو میبینه جلوش، که از زور فقر نوشته شده از کمترین متوسطترین کنیزهای پادشاه هم پایین تر بوده. و مجنون دوباره متوجه میشه که پادشاه داره به چی فکر میکنه، میگه ببین نه تو نه هیچ کس دیگه نمیتونه زیبایی لیلی رو متوجه بشه. این زیبایی فقط و فقط به کسانی آشکار میشه که از زاویه چشم من لیلی رو ببینن. به بیانی چشمان آلوده به نفس عزیزان هرگز و هرگز قادر به دیدن زیبایی و قداست محبت حقیقی نیست. و امروز چقدر شایسته و به جاست عزیزان تفکر کنیم در محبت عیسی، به یاد بیاریم که در ما انسانهایی که هیچ قدر و منزلتی نداشتیم، مثل لیلی بودیم، در ما انسانهایی که هیچ زیبایی باطنی و ظاهری هم نداشتیم، چون به خاطر گناه، به خاطر غرور، خشم، کینه، لعنت، تمام چیزهایی که رو ما بود سیاه فام و نحیف شده بودیم. و خداوند بود که این صلیب ننگین رو متحمل شد به خاطر من و تو. به یاد بیاریم عزیزان طعم نیکوی محبت خداوند رو، که چه بهایی پرداخت که دل من و تو رو به دست آورد. و در پرتو این محبت او رو که سزاوار تمامیت قلب و جان ماست، تمامیت نفس ماست، تمامیت وقت ماست، تمامیت اموال ماست، محبت کنی. نه فقط به یاد بیار، خداوند میگه توبه کن، یعنی جهت خودتو عوض کن. اگه سمت اشتباه هستی برگرد. توبه یعنی که خودتو کش بده به سمت اصل و ریشه خودت، به سمت ذات خودت، به سمت خدا. عزیزان توبه رحمت خداست. توبه کن، چون یک ضعف نیست که بگی ضعفه، بلکه گناهه. وقتی کسی محبت اولیه خودش رو از دست میده به معنای اینه که ده ها اسحاق در قلبش وجود داره، پر از همهویت شدگی با اجسامه. در مرکز او چیزهایی وجود داره که جا دیگه نداره برای محبت مسیح. پر از قضاوت، خشم، کینه، شهوت جسم، خواهش چشم. برای همین احتمالاً عزیزان قلب‌های ما خیلی موقع سخت و بی‌تفاوت میشه نسبت به محبت مسیح. خداوند میگه با این توبه درون خود تو خالی کن. مرکز خود تو، هر چیزی که جای مسیح گذاشتی خالی کن. دلی که خالیه پیام خدا براش پیچیده و غامض نیست. دلی که نرم شده، لطیف شده با محبت مسیح، خوب میفهمه که الان روح داره به کلیسا چی میگه. و این دل وقتی متصل میشه عزیزان به اصلش و در معرض اون تابش محبت قرار میگه، لطیف میشه، نرم میشه. و این باعث میشه که نمیدونم تجربه کردین یا نه، برای من زیباترین لحظات این لحظات بوده که شادی های بی سبب اومده تو قلبم. باعث میشه شکرگزاری های بی معامله بکنین نزد خداوند، سرسپردگی و مداومت تسلیم داشته باشی. و اینا همه باعث میشه که محبت، عمق محبت او رو تجربه کنی. عیسی مسیح خداوند در متی 24 آیه 12 میگه یکی از نشانه های زمان های آخر سردی و ولرم بودن کلیساست به خاطر افسونی گناه، به خاطر بت های زیادی که ما در قلب و زندگیمون گذاشتیم. به خاطر همین عزیزان یه موقع میگم من حسشو ندارم، نمیتونم، چون خیلی چیزا در مرکز قلب توه. برای همین محبت تو سرد شده و عیسی میگه به یاد آور. نه فقط به یاد بیار، توبه کن. نه فقط توبه کن، اعمال نخست خود رو به جا بیار. منتظر نباش حسش بیاد، نیست؟ ما ایمانداران هستیم، احساسداران نیستیم.
شروع کنم مسیح اطاعت کردن، مرکز قلب خودتو از بوتا خالی کن. و مهمتر اینه که پرهیز کن عزیزان از افکاری که تو رو در طبیعت کهنه، در اون خرابه های حقیر و بسته ذهن گیر میندازه. پرهیز کن. ابو علی سینا رو میشناسی نیست عزیزان؟ حکیم ایرانی. وقتی کسی بیمار میشد یه توته یه کیسه بهش قرص و شربت نمیداد و اینکه سالم بشه فقط بهش میگو پرهیز کن، نیست؟ بعدن قرص رو میریم تا یه کیسه قرص نگیریم خیالمون راحت نمیشه. بزرگترین طبیب حاذق ایرانی فقط پرهیز میداد. ترشی نخور، برنج نخور، چربی نخور، علی مدت سرخک کردنی نخور، درسته؟ بسیار مهمه عزیزان قبل از اینکه کارهایی را انجام بدی، کارهایی را انجام ندی. یعنی پرهیز کنی. در اول یوحنا، همین یوحنا که محبت خدا رو چشیده، سرش در آغوش خداوند بود، همون بود که عیسی رو نمایان میکرد. میگه دنیا و آنچه در دنیاست دوست نداشته باش. اگه کسی دنیا رو دوست داشته باشه، محبت مسیح در او یخته. نیست. به همین آسونی دلبستگی به دنیا رو رها کن. به کلیسا بیا، نه از روی انجام وظیفه، بلکه با هوشیاری بیا، با انتظار مقدس بیا، با تشنگی بیا، چون خدا روحشو بر تشنگان میریزه. آمین. امروز وقتی به این هفت کلیسا نگاه میکنید در مکاشفه، هیچ اثری دیگه از اونا نیست. چرا که تاریخ میگه اونا در قلبشونو برای مسیح باز نکردن. اونا اجازه ندادن تا مسیح اونا رو زنده کنه، مسیح اونا رو احیا کنه. این هفت کلیسا به خصوص در مورد افسوسیان هرگز نفهمیدن که با توبه و بازگشت و پرهیز از اعمال نفسانی ظرفیت میابن که مسیح در اولویت باشه، که مسیح رو استطاعت داشته باشن محبت کنن. تاریخ میگه اونا همچنان به خدمات خوب خود ادامه دادن و بهترین ها رو که محبت به مسیح بود از دست دادند. مکاشفه باب 2:7 میگه آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که بر این سردی، بر این بی‌محبتی، بر این بی‌تفاوتی غالب آید، به اون نعمت خوردن درخت حیات رو که وسط فردوس هست خواهم داد. عزیزان این فقط وعده سرخرمن نیست. من ایمان دارم و مطمئنم خیلیاتون چشیدین، حتی در این دنیا، حتی در این دنیایی که داره رو به ظلمت میره، ما اجازه خواهیم داشت در این محبت نعمت درخت حیات رو بچشیم. یعنی حیاتی وافرتر، حیاتی فرامانتر از اون چی که ما فکر میکنیم، چون اومدی که ما حیات بیابیم عزیزان و آن رو به فراوانی دریافت کنیم رو همین زمین. آمین. یه چند لحظه سرهای خودمون رو خم میکنیم و دعا میکنیم عزیزان. ای خداوند، ای قوت کلیسا، با تمام قلب و جانمون تو رو محبت میکنیم. خداوند ایمان دارم و میدونم تو هم باور میکنی. تک تک کسایی که دارم میشنون، تک تک کسایی که اینجا هستن، بزرگترین آرزوی قلبشون اینه محبت آگاپه رو، این محبت شیرین رو، این محبت ناب و اسیر رو بچشن، که یک آزادی از قل و زنجیر اعمال نفس
برای اونا به ارمغان میاره. ولی ای خداوند، تو خودت در کلامت گفتی به یاد بیاره خداوند، که خودت گفتی که روح راغبه اما جسم ناتوان. ایمان دارم که روحای تک تک ما راغبه که با تمامی قلب و جان و نفس خودمون تو رو محبت کنیم، فقط جسمای ما ناتوانه ای خداوند. دعا میکنم در نام عیسی مسیح، ای روح القدس تو ابتکار عمل رو در دستت بگیری. تو بیا مثل همون زمانی که با بوسه های دهان خودت ما رو بوسیدی، این طلسم مرگ و لعنت در ما شکسته شد. خدا ما اندرخم یه کوچه بودیم، کجا بودیم ای خداوند؟ این تو بودی ای خداوند. امروزم بیا ای روح القدس، ما رو بکش به سرهای خودت، ما رو بکش به سمت اون محبت نخستین، ما رو به سوی خودت بکش، به سوی اون محبت بیشیل پیله، اون محبتی که بدون هیاهو مخصوصا در سختی ها و طوفان ها و بیابان های زندگی پامون مثل مرتد و به عقب بر نگرده، بلکه با افتخار و عاشقانه جا پای تو رو پیروی کنیم. ای خداوند ما رو به سوی محبت خودت بکش، ما رو به حجله های خودت بکش و اونجا بیدار کنی محبت نخستین رو در ما، تا علامت تو بالای سر تک تک ما کلیسای تو در این زمانهای آخر محبت باشه نسبت به تو و به هم دیگه. ای روح القدس کمکمون کن که در این زمانهای آخر خط پایان رو در حالی پشت سر بذاریم که داریم تو رو و هم دیگر رو محبت میکنیم و با تمامی قلب و جان با افتخار تو رو خدمت میکنیم. ای خداوند اول از من شروع کن که بسیار کم آوردم در محبت. توبه میکنم ای خداوند، از تمامی اون اعمالی که تو نخواستی ولی انجام دادم، از تمامی اون راهایی که تو نخواستی و رفتم، تمام اون مسیرهایی که محبت اولیه رو در من کم کرد. مرسی که منو به خودم داری میاری. باشه که کلیسای تو بیدار شه در یه عشق و محبت. عزیزانم چند لحظه فقط در سکوت دعا کنی. توبه و اعتراف رحمت خداست. هر وقت که توبه میکنی سربان قلب تو با قلب پر از رحمت و عشق پدر در هماهنگی قرار میگیره. از توبه و اعتراف رو خار نشمر. تو در این همسفره شدن با پدر، پسر، روح القدس، در این آیین مقدس عشای ربانی، خون و بدن خداوند ما عیسی مسیح، پادزهر هر سردی، بی تفاوتی، اعمال نفسانی و دنیا دوستی در ما بشه.
الان ما این سرود رو مثل یه دعا میخواییم نزد خداوند ببریم. هر کس که همدله با ما در این سرود میتونه بیسته و به صورت دعا این سرود رو نزد خداوند بیاره. اگه دعای قلب توه، اگه اشتیاق قلب توه برای بیدار شدن در محبت به مسیح، شاه من عیسی، داماد عزیز و زیبا، قلب من به سویت باز است، مشتاق حضور تو، اشتیاقت بر من است، آغوشت آیم برم تازه من تو هستی، تا خود را ظاهر نمایی، روح من تشنه و جان من مشتاق شناخت تو، سید ماماد امین، روح من تشنه و جان من مشتاق شناخت تو، سیسان مشتاقی تو را بشناسم، جلال رویت را بینم، صدای دل نوازت را با هوش قلبم شنوم، روی چهره ام خوش نما، آوازم برد چه لذیذ، ترکت نکنم چون محبوب جانم هستی، روح من تشنه و جان من مشتاق شناخت تو، سید داماد امین، روح من تشنه و جان من مشتاق شناخت تو، سیسان دوباره شما بکنید رو من.